اسلامی نباید حکومت اسلامی باشه، یعنی مثلا یهود و مسیحیت یا بر ما حکومت بکنه دیگه. بعد مثلا هر کسی در هر جای دنیا حکومت اسلامی تشکیل بده در حرامزادگی شکی نیست. ساکت باش آقا، ساکت. زیاد صحبت کردین. نه آقا، آقای سید آبی پوش، سید آبی پوش شما تازه اومدی، وایسا یه لحظه صبر کن، شما تازه اومدی. نه آقا صبر کن، آقا من اومدم اینجا، وایسا من اومدم اینجا یک ساعت یکتون. چرا آقا نجیب دعوا نکنید. نه دعوا نمی‌کنیم آقا نجیب من سوال دارم. آقا نجیب من اومدم اینجا، یک ساعت صحبت نکردم، منتظر شدم تا نوبتم بشه. شما وقتی میای بالا صبر کن، مایکت ببند، وقتی بهت گفتن صحبت کن صحبت کن. سید آبی پوش منم دو ساعت درخواست بده، وایسا تا صبر کن، گوش بده یه دقیقه، بعد هرچی دوست داشتی حرف بزن. من اومدم تو لایو دیدم داش علی هستش، اولا عرض ادب و احترام دارم، خیلی مخلصم، همه بزرگواران. اومدم دیدم داش علی هستش، عرض ادب و احترام کردم، یه دوتا کامنت زد نوشتم، سری منو میوت کردین. دو ساعت اکیت حالا داش علی تو لایو، اصلا تو حق نداری الان صحبت کنی. گوش بده، چرا منو میوت میکنی از ترست؟ حق نداری الان صحبت کنی، باید وایست نوبتت بشه. فقط به من بگی، من صحبت نمیخوام، فقط چرا از ترستون منو میوت؟ نه باید وایسی نوبتت بشه. من الان وایسادم جواب بده. بله ببند مایکت، ببند نوبتت شد. بچه هایی که اینجا مدیراتورن، آقای صاحب لایف، شما باید بیای بالا احترام بذاری به صاحب لایف، به بچه های مدیراتور، بهت بگن صحبت کنی بعد صحبت کنی. شامل داشته باش، میوت نکن. آقا نگاه کن، ایشان داره به تو، ایشان داره به شعور همه ما توهین میکنه. سید جان صبر کن، بذار تموم بشه صحبتاشون، بعد شما صحبت کن. آقا سید شما ساکت باش. سید بفرما آقای آرلو، شما صحبتتون تموم کن. نه آقای آرلو داشتم جواب نگرفتم. در خدمت بفرما، سوالت دوباره بپرس. ما چند تا کشور اسلامی داریم؟ حدود 30 و چند تا کشور اسلامی داریم، درسته؟ بله. خیلی خوب، حالا شما معتقدید برای اینکه حکومت اسلامی نباید باشه، اوکی، من مشکلی با این ندارم. سوال من الان اینه، ما حکومت‌های اسلامی رو میذاریم کنار، میگیم آقا ما مسلمان‌ها دنبال هیچ حکومتی نیستیم تا ظهور آقا امام زمان، اوکی، تا اینجاش هم من مشکلی ندارم. از فرداش یهودیا و امریکایی ها و اروپایی ها و ناتو و اینا نشستن پشت در تق تق، آقا شما که حکومت ندارید، ما میخواییم بیایم رو حکومت شما حاکم بشیم. به محض اینم که حکومت بکنن، دیسکو، کاباره، گوشت خوک، ببخشید معذرت میخوام، روم به دیوار، سیستم قمارخونه و فاحشه‌گری و چه میدونم آزادی همجنس بازا، آزادی لواطکارا و همه اینا آزاد بشه در ملای عام، چیزی که الان در امریکا داره اتفاق میفته. جواب شما و من مسلمون چیه؟ اون موقع باید چی کار بکنیم؟ بله من جواب شما رو بدم. بله ای سید آرکوشم برات دست زد، خیلی هم بچه های سوال بسیار جالبیه. بله خب من جواب میدم دیگه، جواب میدم الان بچه ها دارن جیغ و هورا هم برات میکشن، ای ولدم بدم، داری سوال خوب میپرسی. بذاریم جواب بدم ازم سوال پرسید دیگه، جواب من سیگارم بیارم، ولی به من بگو پیشگیری بهتره یا درمان. باشه من جواب ایشون نمیدم. نگاه کنین، ما قبل از حکومت همین علی خامنه‌ای که من اصلا قبولش ندارم، به قول به حدیث صحیح پیامبر ایشان یه حرامزاده است. من حرف شما رو جواب میدم. نگاه کنین، ما قبلا ما تو دوران قاجار هم تمام شاههای قاجار خودشان سگ اهل بیت میدانستن، یعنی شاههای قاجار یعنی از علی خامنه‌ای بالاتر بودن، که علی خامنه‌ای میگه حفظ نظام جمهوری اسلامی از جان امام زمان بالاتره، یعنی اگر امام زمان ظهور کنه ما برای حفظ نظام ما حتی میتونیم ایشان بکشیم. شاههای قاجار خودشان سگ اهل بیت میدانستن. بعد از او وقتی پهلوی هم آمد، انقدر که اینا ارادت به اسلام و ارادت به شیعیان داشتن،
اسم تک تکشان رضا و محمد رضا و اسم حتی پسرشان هم رضا گذاشتن به خاطر ارادتشان نسبت به اهل بیت. با ما یهودی نمیتانیم گرفت بگیم، ولی قضیه. لحظه وایسا، من جواب تکامل بدم. ما نمیتانیم بگیم چون که نظام جمهوری اسلامی آمده خودش نظام شیعه میدانه، ما بگیم این تنها حکومت شیعه ای بوده که آمده. من دارم میگم هر حکومتی اسم خودش اسلامی، اسم خودش شیعه بذاره، از حرامزادگیشه. چون به غیر از امام معصوم کسی حق تشکیل حکومت اسلامی این نداره. فتوا از ما کجا نگاه آوردید؟ کن من وایسا، جواب سوال منو ندادید یه هنوز. لحظه وایسا، یه لحظه وایسا، من جواب کاملت بدم. یه لحظه وایسا، نگاه کن، در زمان شاههای قاجار همچی چیزایی بود، در زمان حکومت پهلوی همین چیزایی که شما میگی، بی بندوباری، نمیدانم دیسکو، لخت بودن و تمامی چیز، ولی هیچ کس از شیعه بودنش نگذشت. مردم ایران همیشه شیعه بودن و ماندن. ولی در زمان حکومت که شما داری ازش طرفداری میکنی، شاید بگم من اغراق اگر نکنم، حداقل 50 تا 60% مردم ایران از دین خارج شدن. یعنی حکومت اسلامی که شما تشکیل دادین، مردم از دین بیزار کردین، نه مردم والله فراری کردین، شاههای قاجاری کار نکردن. گوش بده، چرت و پرت نگو سید آبی پوش، چرت و پرت خود دارید، شاههای قاجار میدین. همچی کاری نکردن، شاه شعار پهلوی همچی کاری میدین. نکرد. ولی شما مردم ایران بیدین کردین، شما مردم از دین خارج کردین. چرت و پرت نگین آقا. آقا اصلا نمیشه با اینا بحث کرد، اینا رو بنداز بیرون. اینا کیان با اینا بحث میکنن؟ نه نه، خواهش میکنم. چرت و پرت میگن اینا. آقا تمام مردم ایران از دین خارج کردن، اینا دین ندارن جواب بدن. مردم از دین خارج کردن اینا. آقای نجیب بله بله، شما برای ما استدلال آوردی از قرآن، درست میگی، بعد طبق این آیه قرآن حدیثی از امام جعفر صادق روحی له فدا آوردی، میگه حکومت اسلامی. آقا نجیبیشون سیگار میکشن الان، لایف رو میبندن. سیگار تو بذار کنار، سیگار تو بذار کنار. آقا داره دود میاد بالا، دود بیاد بالا، دستت نباشه. ببندش آقا، دود بیاد بالا، دستت نباشه. نمیبندن. بگو سید، صدای منو داری؟ آره سید، صدا داری. برای ما روایت آوردی، یه اول آیه قرآن آوردی، اطیع الله و رسول و اول الامر منکم، بعد حدیثی بران چسباندی از امام جعفر صادق روحی له الفدا، گفتی اول الامر فقط کیه؟ ائمه معصومین، به قول عربا علی العین و علی الراس، حرفی نداری. منم یه آیه قرآن براتون میارم، خب بفهم. در قرآن کریم چه کسی را، چه کسانی را، چه قومهایی را اشد و خطرناکترین قوم برای ما مسلمان ها، حالا تو فقط شیعه را قبول داری، برای شیعه ها میدونن. خب بگو، همون بگو، شما بگو. قوم یهود و نصارا، مسیحی. آقای نجیب، من میخوام با نجیب تو مگه امام معصومی که تو مگه امام معصومی که آیه قرآن رو اجرا کنی؟ بچه صبر کن، تو حرفم نفر. سید تو اونو ول کردی آقا، سید کاری رو ول کردی. سید فیلم هندیش نکن، سید صبر کن. نه من دارم فیلم هندی نمی کنم، من دارم قوم نسبت به قرآن میگم. چرا عمل نمی کنی آقای من چی باید عمل کنم بزرگوار؟ چی عمل آقای نجیب؟ مگه ما امام معصومیم که عمل کنیم؟ آقا جان، مگه ما امام معصومیم که عمل کنیم؟ نپرتو آقا، مگه ما امام معصومیم که عمل کنیم؟ من دارم حضرت علی رفت سنگسار بکنه، گفت اگه کسی به این گناه مرتکب نشده خودش کنار بکشه. حضرت علی تنهایی سنگسار کرد. تو مگه کی هستی که به آیه قرآن اجرا کنی؟ ببین شما کی هستید؟ حالا ببین، اولا جواب منو بده، بعد بهت میگم تو کی هستی. تو در حدی نیستی با من حرف بزنی. در مف نزن آقا، بس آقا. ببین از احترام سید اعصاب آهنین داش علی سو استفاده کردین، دارین همینجوری میتازونین. علی داش علی که داره میگه اصلا اطلاعات نداره که بیا اینجا با ما صحبت کنه. شما چرا به قرآن عمل نمی کنی آقای نجیب؟ آقای تو قرآن، تو اصلا قرآن نخوندی. نمی آقا
آقا ببین نمیتونه، ببین باید پارازیت آقا بندازه. خیلی خوب ساکت باش، ساکت باش. چرا به قرآن عمل نمیکنی؟ دشمنی خودت را آقای نجیب. خیلی خوب ساکت باش، خیلی خوب ساکت باش. خب تموش سوال کردیم جواب بدین، ساکت باشی که. آره نسبت به یهود آقای نجیب جواب بده. به من آقای نجیب جواب میده. شما حکم بیار که محمد آل محمد به من گفته بعد لشکرکشی کنم بر آل یهود. بفرما. حکمشو به من حکم بیار. حکم بیار. حکم بیارم. حکم میگه اگر به شما تمام قرآن راجب آیات قرآنی نه 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 نه. صبر کن آقا ببین جلوی من فیلم هندی بازی نکن. ببین سید. نه آقا جان دارم بهت میگم دیگه گوش آقا بده. آقا من خودم سیدم، سید رضوی ام فیلم هندی واسه اگه بخوای سوال بپرسی بعد در حین جواب دادن من بپری لای کلام من بخوای بپیچونی بازی رو، من خودم خدای خارکوسام. برای من این فیلم‌ها در کمی درست صحبت کن. اینجا ما حرف بد نمیزنیم. نجیب جان خدا نگهدار. نجیب جان خدا گوش کن آقا، ببین گوش کن عاجز باش. یه دفعه دیگه من مایکتو بستم آقا، مایکتو بستم آقا، دادی بیداد نکن. گوش کن تو آوری سیدا رو بردی مردسه با این طرز صحبت کردنت. تو چه طرز صحبت کردنه؟ مایکتو باز کن، مایکت بسته است آقا، مایکت بسته است. شما دارین بی حرمتی و بی آدابی میکنه. از سکوت داش علی دارین سوء استفاده میکنه. گوش کن، قیم تو قیم اون نیستی، ساکت باش. خود اون آقا هستش. من دارم بس وسط جواب دادن من نپر. خیلی خب، من دارم به شما گفتم شما حکم از رسول الله علی اولاد علی به من بده که بنده باید برم اینا رو به قول بعضیا از دم قتل عام کنم. بفرما. خب من الان به جواب میدم. هیچ جای قرآن نگفته شما برین کفارم بکشید، اونایی که بی دینن. خب خدا بیاد هیچ جای قرآن نگفته اینو، ولی در یک شرطی حکم جهاد داده و حکم قتال داده. وقتی که به شما حمله کردن، خدا پدر به شما را درسته؟ درسته. از این واضح تر درسته. الان به عنوان این به که دستور من به افغانستان و ایران حمله کردن، گوش بده الان، و به عنوانی که دستور قرآن هست. بله دستور قرآن هست که یهود و نصارا بزرگترین دشمن و خطرناکترین قومن برای شما مسلمان ها. و الان در حال حاضر آن چیز که عیان است، الان یهود و صهیونیست ها دارن مسلمان ها رو قتل عام میکنن و شمشیر ارو به خصوص برای چیه بستن. آقا نجیب من یه چیز بگم. آقا صبر کن، من دارم اصلا مسلمان نمیدونم. آقا گوش کن، من دارم مسلمان نمیدونم. کی گفتم مسلمان هم؟ شما ببین این دیدگاه شماست. ببین گوش کن، ببین این دیدگاه شماست. سید ببین اساسا ببین شما نمیتونی. ساکت باش من حرفم بزنم سید. خب اجازه بده، من فقط شیعیان حیدر کرار را مسلمان میدونم. اوکی من جواب بدم. جواب بده. ببین اصول اسلام و وارث شدن به اسلام دو چیز است. بله. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله و هو مسلم. نه همچی چیزی نیست. اتفاق همچی چیزی نیست. خواهش میکنم تو بحث نیا. ما آقا خواهش میکنم سید ساکت باش دیگه، حرفت زدی. اصول دین چیه؟ اصول دین؟ ببین بعد وارد مذهب میشیم برادر من عزیز دل من. من یه چیز بگم نگاه کن سید بگو. سید آبی پوش نگاه کن، او آیه قرآنی که داری میگی یهود چه میدم، او آیه قرآنی که داری اسمش میاری، من اگه خودم گناهکار باشم من نمیتونم به او اجرا کنم. تو خودت در او حد پاک میدانی که بخوای به آیه قرآن اجرا کنی؟ و شما خودت اونقدر پاک میدونی که داری مردم به اول الامر و به این تفسیر قرآن حدیث میکنی؟ نگاه کن، من اصلا خودم انقدر پاک نمیدانم که بخوام تشکیل حکومت اسلامی بدم. آقای نجیب خودشو در جایگاهی میمیدونه که برای مردم نصف مسلمانای جهان و نامسلمون بدونه. اونا که نیستن. هیچ وقت ما خودمان رو در این جایگاه نمیدانیم. الان داره 1.5 میلیارد مسلمان رو نامسلمان میدونه. آقا سید آبی تو شیعه ایدر کرار هست یا نیست؟ من شیعه با افتخار سرم هم میگیرم بالا. خدا پدرت بیامرزه. ببین کیا از ببین وقتی که میگم من اصول دینم 5 تاست، 5 اصول دین داری. ببین یکی اگه علی ابن ابی طالب امام بر حق رو شما قبول نکنی به جهنم میری. خب یک. دومندش پیغمبر خدا رو قبول نکنی به جهنم میری. عدالت خدا رو قبول نکنی به جهنم میری. توحید نبوت عدل امامت قیامته. گوش کن آقا، چیز برا من نکن عزیز من. آقا فیلم دی آقا صحبت نکن، صحبت نکن، تمام بشه حرف من.
خب صحبت نکن، اینجوری صحبت نکن. خب سید بخوای چی اینجا گوش کن، اگه قرار باشه فوشفوشکاری کنیم میذارم. نه فوشفوشکاری نیست، دارم باد صحبت میکنم. خدا پدرت بیامرزه. من سید دهم ده از تو حرفاش نپر. من همیشه بهت گفتم آقا شما همش پریدین. سید من همیشه گفتم آقا سید ببین گوش کن بزرگوار، شیعه تا موقعی که در خطر نیست من نوکرتم هستم. اون سنی ها اونا خودشون با دام با یه چیز دیگه رفتن خودشون تو چاه انداختن، از آسمون بمب میباره، من نمیتونم برم اونجا نجاتشون بدم. خب الان و چجوری با بابا 75 سال تحت اشغالن، الان شما 6 میلیون ارزشی دارید، این 6 میلیون ارزشیتون کجاست؟ داریم میریم، داریم فعالیت میکنیم، داریم با یه ابرقدرت های دنیا داریم میجنگیم. ای خدا پدرت رو بیامرز، تو میخوای گوش کن، یعنی کار یه روز دو روز نیست. بس اجازه بده. پس عربا 22 تا کشور زیر زایدن. بابا آقای محترم صبر کن سید، من لایو تو ضبط کردم ببین سید جان. بابا یه دقیقه صبر کن، لایو تو ضبط کرد، ضبط کن، ضبط کن. میخوای چه ازش در بیاری؟ میخوای چه ازش در بیاری؟ ضبط کن. میخواید برات بذارم؟ بحثو خراب نکنید، بحثو خراب نکنید. ببین سید، تو یک لحظه فرصت ندادی به این داش علی صحبت بکنه. آقا علی آقا با کلی صحبت پنج نفر آدم جمع شدید اینجا ریختین سر این نزدیکی دو دقیقه علی آقا رو که ما گفت تو آمدی قیمش شدی، آمدی ازش دفاع کنی. خب داره به فشار میاد. من یه سوال از آقای نجیب دارم. چه خوب که به فشار میاد. بگو داش داری. بی ادبی نکو پسر. علی آقا من دور میتو اشتباهی بستم، دور میتو باز کنم ببخشید. من یه سوال از آقای نجیب دارم. آقای نجیب شرط مسلمان بودن چیه؟ شرط مسلمان به احکام الهی، خداوند عالم، اهل بیت، نعمت الله. این شرط اسلام دیگه چی؟ چه شروطی باید داشته باشیم که یک نفر مسلمان بشه؟ پنج شرط، پنج اصول عدل الهی. شما قبول کنید پنج اصولو. شما اون پنج تا رو تو باید اصول دین و فروع دینت اجرا بکنی مسلمان بشی. من از آقای نجیب پرسیدم، اجازه بدید آقای نجیب جواب بده. اول این پنج تا است، ما این پنج تا رو قبول کنیم. چه کسی به حکم داده بیاد این صحبت ها رو برای مسلمانان بکنه؟ آقا نجیب ساکت باش. چه کسی به شما حکم داده که حکومت اسلامی اجرا کنین؟ حکومت اسلامی برپا کنین. جواب آقا علی رو بده. سید جان جواب علی آقا رو بده. من جواب علی آقا رو میدم. ببین آقای علی آقا، وقتی که ما میگیم توحید، یعنی عد توحید یعنی چی؟ یعنی وحدت و وحدانیت بر رب العالمین، واحد بودن خداوند عالم. اجازه بدید یه وقفه بدید، اجازه بدید من یه چیزی بگم. شما دارید حرف از وحدت میزنید. من که وحدت دادم آقا، من که گفتم وحدت؟ همین الان گفتی. ما اصلا حرف وحدت نزدیم، هیچ وقت هم نمیزنیم. هیچ وقت نمیزنیم. کسی که قاتل، گوش بده، کسی که قاتل فاطمه زهرا باشه ما وحدتی باش نداریم. الان وحدت نزن، او رهبر شماست که وحدت میزنه، اسم وحدت میاره. من که با شما که دشمنی ندارم سید، من که با شما دشمنی، شما شیعه هستی. من که گفتم تو مثلا ما کافر تو نتونستی. اینا آقا اینا از دین خارج شدن، شیعه کجان؟ سید مشکل داری تو؟ نه آقا جان ببین، شما الان 5 نفر 6 نفر شیعه اینجا. نجیب گوش بده، گوش بده. ما 5 6 نفر شیعه ایم. شما اولا تکلیف شرعی نداری بیای برای مسلمان، نه حکمشو داری، نه فقهشو داری، نه درس شریعت خوندی، نه قرآن کامل خوندی، حق عید را نداری بیای برای مسلمان. اتفاقا شما همینی. آقا شما سیگار نکشین لطفا تو لایف، ما این سیگار تو لایف نکشید. آقا شما مسلمانی، اگه مسلمانی سیگار کشیدن حرامه. خیلی خوب، سیگار تو لایف نکشید. بچه بسه بچه، خیلی خوب. آقای زایل شما میخواید صحبت کنی بفرما سید جان. عرض ادب آقا، دوباره ما گفتیم بی علی آقا پنج دقیقه هستم میرم، الان یک ساعت و پنج دقیقه نگرداشیم. علی آقا من اولین بار سعادتشو دارم با علی آقا لایو میذارم. خودش ما که التماس میکردیم بیاید. قسمتتون باشه ان شاء الله روز قیامت با هم محشور بشین. شما با علی با هم محشور بشین. من رو چشام میذاری آقا علی آقا. ببین آقا من آقا سید اومد، سید ایشون سرور ماست، ایشون عالم به دین هستن. ببین بزرگوار، من گفتم 5 تا اصول دین ما: اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. هر کی این 5 تا رو قبول نداشته باشه بیرون از شیعه بودنه، بیرون از مسلمان بودنه. حتی ما مسلمان شرط اجرای این 5 شرط چیه؟ ولایت فقیه خامنه‌ای به قول شما. بذارید ساده تر بپرسم.
حضرت محمد صلی الله و حضرت علی علیه السلام و کارشون برای اسلام چی بود؟ دعوت مردم به اسلام، درسته؟ دعوت مردم به سوی حق تعالی از راه انبیا و اولاد علی ابن ابی طالب. یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، زیاد حرفی زنی چی میکشی؟ مردم به اسلام بود. خب ادب داشته باشین لطفاً، ادب داشته باشین. آقای آرلو ولش کن، بذار بگی علی آقا، بگو. سوال من اینه که بعضی از دوستان شیعیان مثل آقای نجیب کسانی رو که به من شیعم، این رو گردن من نندازید، دارم در مورد کسانی حرف میزنم که در ممالک اسلامی شیعی فکر نمی کنن اما مسلمانن، همونطور که قبله مسلمون ها دست غیر شیعیان در حال حاضر. خیلی خوب. خب وظیفه یک پیامبر، وظیفه یک امام چیه؟ دعوت مردم به اسلام و اصلاح عقلانیت مردم در مورد اسلامه و این کار با خونریزی انجام نمیشه و با دعوت به اسلام واقعی انجام میشه. شمایی که میفرمایید که فلسطینی ها مسلمون نیستن و از دید من کافر هستن و یا آقای علی آقا میدونی چرا قطع نکن کلامشو، بذار بگه آقا، نه بذار داره صحبت میکنه آقا، وقتی داره آقا، نه نگاه کن صاحب لایو، نه آقا صاحب لایو طرف هاست میتونه صحبت کنه. تمام کرد، تمام کرد، داره اصول داره. اجازه بدید من و اسلامشون کامل نیست و وظیفه یک اسلام، پیامبر اسلام اینه که به اونها رو به اسلام دعوت بکنه و اونها رو از حقایق مطلع بکنه، درسته؟ ما نمیتونیم بریم سر یک مسلمانی که شیعه نیست رو بزنیم بگیم که محدور الدمی به خاطر این که آقا من کیم چی حرفی زدم. خب شما نهایتش همون میشه. اینا حرفای خودشان دارن به ما تحمیل میکنن، اینا عشق امام علی دارن همونجوری که ما داریم. آسید یه دقیقه، شما دندون رو جگر بذار آسید، یه دقیقه سمت کن برادر من، بذار حرف علی آقا رو من بفهمم چی میگه، استدلالش چی که من بفهمم. مسلمانی که هنوز بر این باور نرسیده که حضرت علی امامه و اهل البیت و کسی که مسلمونه باید حضرت علی رو قبول داشته باشه، مثل یک کودکی میمونه که داره راه رفتن یاد میگیره و اگر اشتباه را بره، به جای اینکه ما بهش یاد بدیم یا داره حروف الفبا رو یاد میگیره یا داره قرآن رو یاد میگیره بخونه، به جای اینکه ما بهش یاد بدیم سرش رو ببریم، پس این اتفاق نمیفته. پس ما باید بهش یاد بدیم، دوستی باهاش بکنیم، همون چیزی که شما فرمودید، گفتید که با خشونت نمیشه شیعیان رو حفظ کرد، باید عطوفت داشته باشیم. خب ما داریم الان به کشورهایی که ما میتونیم بهشون کمک بکنیم که شیعیان رو گسترش بدیم کمک میکنیم که قلم رو به چه قیمتی سه آقا علی جان، به چه قیمتی بزرگ بارم، به چه قیمتی نیمه راه اومدن آقا نجی، صبر کن به چه قیمتی آقا. نه بذارین بگه، بذارین بگم، مایکتون ببندید آقا، مایکتون ببندید. من به جای اینکه یه نون بربری کامل صبحونه بشینم بخورم، سه قسمتش میکنم، یه قسمتشو خودم میخورم، دو قسمتش هم میدم به اون دوتا همسایه، میگم شما از گرسنگی نمیر. یک سوال کوچیک اینجا علی جان ایجاد میشه، شما اول به خانوادت میرسی، خانوادت رو حفظ میکنی یا میری همسایت حفظ میکنی؟ هم خانوادم و هم همسایم، هر دو بر من واجب. همسایت گرسنه است، چی خانوادت گرسنه. من اگر دو لقمه هم غذا داشته باشم، اگر امام حسین در جنگ، آقا شما شیعه هستید، داش علی امام علی این کارو کرد، رفت بازار غذا بخره برای زن بچهش، گدایی آمد، محتاجی آمد، همه چیزشو داد، زن بچهش فقیرش که آیه نازل شد. تو آقای محترم نمیتونی اینو مستند بکنی آقای نجیب. یه دقیقه صبر کن، یه مثال ساده تر بزنم. شما شیعه هستی درسته؟ ببین آقا نجیب، من حواسم هست به همش، همشو دارم چی میگن. شما شیعه هستی درسته؟ بر حادثه و واقعه عاشورا باور داری دیگه؟
بله همه باور داریم، بله همه باور داریم، بله. آشورا در واقع آشورا وقتی که چند شهید هنوز شهید نشده بودن از فرط تشنگی شهید شدن، کسی که آب برگردن داشت و رفت اونها رو بهشون آب بده که شهید نشن، چی گفتن؟ گفتن بده به بغلی، بغلی داره شهید میشه، من هنوز شهید نشدم، بده به بغلی، بغلی شهید نشد. این درس عیسی رو از خود گذشتگی بود که تو کربلا همه گرفتی. آقای آرلو اجازه بدید من بفهمم چی میگن. اگر متوجه نشم آقای نجیب نمیتونم جواب بدم. ببخشید این حرفی که زد درس عیسی رو از خود گذشت. آقا من میندازمتون پایین تو کلام نگید. آقای آرلو، آقای خواهش میکنم یه دقیقه صبر کن. خب بفرما آقا. سلام نید بذار آقا تموم بشه. تموم کن علی. در واقعه عاشورا چند شهید شدن به دلیل تشنگی، چون گفتن شهید بغلی تشنه تر از منه، قبل از اینکه شهید بشه آب بهش بدید که شهید نشه. خب این واقعه برای ما بزرگترین درس ایثاره، چیزی که سید علی هم داره ازش حرف میزنه. ما ایثار داریم میکنیم، از سفره خودمون بخشش رو ور میداریم میدیم به اونی که بخشی از اسلام رو قبول کرده، که تا در آینده، در 50 سال آینده، در 10 سال آینده که اسلام در منطقه با ظهور امام زمان حاکم شد، بگم من شیعه کمکت کردم، نه غیر، نه اون سنی وهابی که اونجا نشسته قمارخونه را انداخته. الان همه واقعا به نتیجه رسیدن، اهل تسنن به نتیجه رسیدن. آقا ساکت باش خواهش میکنم. الان شما گفتی خانواده خامنه‌ای الان گشنه هستن، تشنه هستن. خامنه ای زندگیش خیلی ساده است. نه آقا میندازن پایین. نمیخوره آقا جان، شما احترام سن و سالت دیگه. آقا خواهش میکنیم صبر بکن. دارم برادر من عادی صحبت میکنیم، مگه بی احترامی کردیم؟ خیلی خوب، یعنی میگم تو نوبت نیو، ما بشنویم چی میگه. دوست عزیز، مخاطب تازه اومدن تو لایف کنم، ما نوبت شما نیست سید، آرش نوبت نیست. سید ببینید شما الان علی آقا یه سری یه لحظه علی آقا اجازه میدید من؟ ببینید علی آقا صحبتاشو میکرد، من دارم میشنوم، هنوز جواب علی آقا رو من ندادم که شما دارید سهه میذارید به حرفاشون. با سر تایید، اجازه بدین با سر تایید میکنید، بذارید منم جواب بدم دیگه. یعنی شما چند سالتون هست؟ ببین با این زشته که من به شما بگم آروم باشید، اینجوری زشته برادر من در شأن من بکنی. ببین با این الفاظ بخوای برای من دیدگاه منو و دیدگاه و منطق منو بیاری پایین جلو انظار، من خودم بازی خودم. اصلا شما در حدی نیستی که جلو انظار کسی بیاره پایین، سید تا حرف بزنه. آقا سید علیه السلام، امام آقا سید خواهش میکنم، سنگش را به سینه میزنی. آقا سید تو جنگاش وقتی که از کنار معابد کلیساها و که متروکه شده بودن، مسلمان ها صحابی بهش میگفتن آقا باید اینا رو خراب بکنیم، اینا رو خراب، میگفت نه حق ندارین اینجا رو خراب بکنین، حق ندارین، چه بسا اینجا نام خدا آورده شده است. خب اینا که مسیحی هن، بعد ما که میرسیم ما بین خود و مسلم، به قول داش علی و منم تکمیلش کردم، اینا نصف ایمان رو کامل کردن، نصف باقیش مانده که در رابطه با ائمه ما اینا رو بیایم نفع کنیم و مسلمانیشون رو مطلق بکنیم که نتیجهش میشه دعش. من متوجه شدم. متوجه شدم. ببینید بزرگوار، شما الان اگر نوبت من هست اجازه میدید بخارم. من مایکم بسته بود تا الان، شما زحمت بکشید مایکا رو ببندید که من صحبت کنم. بخارم. خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای علی آقا صحبتایی داشتن که آسید هم سهه بر اونها گذاشت و تاییداتی هم آورد و خواستن همدیگر رو تقویت کنند، حرفای همدیگر رو حالا به نحوی. ببینید بزرگواران چند تا مثالی که شما زدید همش اشتباهه. به چه دلیل اشتباهه؟ شما میگید ما باید ایثار کنیم، مثال صحرای کربلا رو زدید. اولا که 72 تن شهدای کربلا
طبق روایات که در کامل زیارات هم هست شما اجازه ندارید قیاس بکنید اونها رو با بقیه، اونها برگزیده های خدا هستند. این یک مسئله و همه اینها هم رجعت میکنند در زمان امام عصر علیه السلام. اگر شهیدی بشه، حالا نفری که هنوز زخمیه و اون زخمیه دیگه میگه آب بده، شما نمیتونید اینو تعمیم بدی به کل دنیا. شما شهدای کربلا رو با اجازه بدید، اجازه بدید، من حرفم تموم نشده، حرفم تموم نشده علی آقا، من گوش کردم، یعنی تو شیعه نیستی، من گوش، اجازه بدید دیگه، اجازه بدید تو حرفم نیایید. ببینید آسد، من طور دیگه برخورد میکنم، من طور دیگه برخورد میکنم، طور دیگه برخورد میکنم. آقا تو حرف کسی نپر، آقا سید آبی پوش، سید نیا تو حرفم، که من یه اخلاق بدی دارم، ببین اخلاق بدی دارم، اول میام با احترام حرف میزنم، دو بار سه بار چهار بار اگه کسی متوجه نشد دیگه سن و سالش هم برام فرق نمیکنه. پس خواهش میکنم عاجزانه، عاجزانه برادرانه، خواهش میکنم ازت، خواهش کردم ازت، با یه سید آبی، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم آقا سید عزیز، خواهش میکنم دیگه چجوری با ادب حرف بزنم. خب بعد شما میایید اینها رو قیاس میکنید با بقیه مردم دنیا، اونم با چه کسی؟ با عکس، با مردم فلسطین که اکثریتش نواسبه، نه همش ناسبیان، و ناسبی در روایات ما حکمش از سگ هم نجستره. خوب دقت کنید، از سگ هم نجستره. ما شهدای کربلا رو با شیعیان معمولی قیاس نمیکنیم تو بحث ایثار، بچه می اونا رو با مردمان فلسطین و اینها چیز میکنین، میگید با اونا ما بریم جواب دادی. نیاید تو حرفم دیگه خواهش تمنا تموم شد. بعد از این یه جوری دیگه میگم، بعد از این ما روایات داریم فراوان هم داریم، کتاب کافی رو باز کنید، باب ناسبی اصلا خیلی راحت تر وسایلش یه کل روایت، یعنی از هر کتابی که ما در کتب مختلف روایت ناسبی داریم آقای شیخ راملی در یک باب همش رو جمع کرده، باب نواسب. شما برید نگاه کنید که برای یک ناسبی شما حق نداری کوچکترین کمکی رو بکنی، کوچکترین دست نیازی که به طرف شما دراز کرد شما باید پس بزنی، با پشت دست بزنی زیر دستش، ردش کنی. بعد ما بیایم بگیم چون آنها نصف مسلمانی را کامل کرده اند، نصف مسلمانی کجاست؟ مسلمانی فلسطینی ها مثل عرض کنم معاویه است، جز طلقا حساب میشن، کسانی که از ترس جان، معاویه همینجوری بود دیگه، از ترس جان مسلمان شده بود، اینا هم به همون ترتیب اومدن جلو. الان امام صادق علیه السلام روایت در اعمال شیخ صدوق هست با سند صحیح هم نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود دروغ میگوید کسی که میگوید ما را دوست دارد ولی از دشمن ما براءت نمیجوید. اینا اهل بیت تو حتی دوست ندارن، چرا؟ چون که ابوبکر و عمر و فلان اینها رو، بزرگان عمریه رو، اینها مقدس میدونن. اینا حتی در حد دوست داشتن اهل بیت هم نیستن. مسلمانیشون در چه حده؟ مسلمانیشون در همین حد هست که جان و مال و خون و ناموسشون بر ما حرامه. این مطلب فقهی همه بلدن. پس ما نمیتونیم بیایم بگیم اونها مسلمون اونجوری هن مثل شیعیان، نه اصلا ربطی ندارن به ما. پس ناسبی ها ما نمیتونیم بهشون کمک بکنیم به هیچ وجه من الوجوه، به هیچ وجه، که بعد بخوایم بحث ایثار رو مطرح بکنیم، بگیم ما بله ما نونمون رو سه تیکه میکنیم، یه تیکش مال ما، دو تیکش مال اونا، یا نصف نصف. کدوم اینا با روایات ما میخونه که شما الان دارید این حرفا رو میزنید؟ بعد آقا سید از اون ور میاد تایید میکنه. ایشون به محض اینکه من بالا اومدم داشتن به اجازه بدید آقا نجیب، مایک شما هم وسط، یه لحظه آقا نجیب، به آقا نجیب داشتی میگفتی، به صاحب لایف میگفتی تو کجا رفتی درس خوندی، کجا فقه خوندی، کجا علم دین داری، شما خودت کجا علم دین داری که این حرفای بی سر و ته رو زدی نسبت به دین؟ ها شما خود به دلیل دارم بهت میگم، دلیل یه دونه روایت بیار بابت حرفات، من روایت میارم، میتونی بیاری؟ بسم الله. روایت کردی؟ بله من گفتم، آدرسم دادم، عمالی شیخ صدوق رو روایت کرد به سند معتبر. خب همه این داستان رو میدونیم. خب خیلی خب
ببین شما این واقعه حقیقی رو خب رها کردی، رفتی به یه سری احادیثی که خود ببین دیگه پدرت اهل تشیع یعنی جمع‌آوری شیعه کافی و مفیده. خب مثل شما کافی بازم پرید تو حرفمون. نه سید، میگم سید مثل خودت حواست باشه. کافی باشه، من ایمان بیادبی کردی. خب کافی خودش میگه آقا من تمام احادیثی رو که جمع کردم هیچ سند مطلق کامل روی اون ندارم، عکس مسلم و بخاری. مسلم میگه صحیح هست 100%. خب شما واقعی حقیقی کربلا رو که جناب داشت علی رو چید اینو نف کردی، رفتی استناد کردی به 4 تا حدیث که صاحبان اصلی روایی که این کتاب خودش میگه مستند کامل برای من نیستن، برمیگرده به عقل و درایت محبین آل بیت که با عقل بسنجند و اونها را تطبیق به زندگیشون بدن. اگر دیدین روایتی با عقل و منطقتان نخوان ردش کنید. تو مستند کن، همینو مستند کن. این که گفتی با عقل نخونه روایت، اینی که گفتی نه نه اینی که گفتی بگو کدام کتابه، کدام حدیثه، کدام صفحه است تا من همه رو بزنم. برو تو برو بخون. من الان کجا خون نیست. نه ببین دوستان عزیز، آقای آرنو گوش کن، من بگم اصول قواعد شیعه در پذیرش روایت، این موردی که ایشون گفت در باب توحید میاد و ایشون چون نمیدونه این رو اشتباها آورده تو کل روایات. ما در باب اجازه بده من ببین توحیده سید اون دین بر توحیده سید من خودم استاد علم حدیثم، تو به من نگو من خودم بلدم. کار من اینه اونجایی که شما خوابید شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل میدید، من اینجا تمام قد اومدم کتابای شیعه رو خوندم، اینجا تمام قد در مقابل آتئیس و عمری و همش وایسادم. شما که حدیث بلد نیستید، قول میدم یه دونه حدیث رو با چشمات از نزدیک ندیدی، یه دونه، چون الان قاعده پذیرش حدیث رو اشتباه گفتی. اندیشمو که دیدم کف دستم و عمل کردم شده. آها شما بر اساس عقلت پیش میری؟ نه ببین بر اساس عقلت. الان ببینید این ایشون تو که مدعی آقا سید، شما در شروع گفتارت گفتی که ما این احادیث معلوم نیست از کجا آورده و فلان، احادیث رو زدی کنار. اینو میگه زدی که بله صاحب خود کتاب میگه چی میگه؟ من تمام احادیث را که جمع کردم، نگفتم من گفتم، بگو صاحب کتاب کافی و مفید اینا که تمام تشیع بر اونا پایه‌گذاری شده، خودشون میگن ما این احادیث رو جمع کردیم، سعی کردیم، تلاش کردیم، سعی کردیم موافر که این احادیث که بیشتر به سندیت مرتبط، ولی نمیگه مطلقاً چیز کافی. صاحب کدوم کتاب گفتین؟ عاشقان ما، ای عاشقان عرب. آسید کافی صاحب کدوم کتاب گفتین آقای کافی؟ گفتید شما یه حالا گفتین کافی صاحب کدوم کتابه؟ خدا شاهد نمیدونی خود کتاب اسمش اصول کافیه، صاحب شیخ کلینیه، شما نمیدونی حتی اسم کتاب رو، شما نویسنده و اسم کتاب رو نمیدونی هنوز. آقای اسرائیل ببین آسید ببین اینجا کردی به فرعیات آخه آخه داره چرت عذرخواهی میکنم از این کلمه، چرت و پرت میگه، اصلا نمیدونه که روایت یعنی چی، عذرخواهی میکنم ولی خب نمیدونه داره چی میگه. چون فقط مثلا تو رفتی 4 تا چیز حدیث حفظ کردی، انسانیتت کجا رفته؟ این چه ربطی داره؟ الان ببین عموجان انسانیت که داری تو میگی آسید، اهل بیت علیه السلام نفهمیدن که به ما گفتن که آقا به نواسب کمک نکنیم، اونا انسانیت نعوذ بالله نمیفهمیدن که الان توی آسیدی که اجازه الان توی سید اومدی فهمیدی انسانیت چیه. امام صادق علیه السلام نمیفهمید، توهین به اهل بیت هم دیگه حدی داره خدایش، توهین به اهل بیت نکن، توهین نزن. ببین اصلا شما در جایگاهی نیستین که برای مسلمانان بیای فتوا بدین که فلان. من اشتباه نکنم، دیدگاه من اینه، فتوای من نیست، فتوای من نیست،
این کلام امام صادق علیه السلام. من روایت خوندم، نگفتم من گفتم. چی برای تو جمع کرده؟ سید بله؟ اجازه میدی من از اسرائیل یه چیزی بپرسم؟ هر کی هر چی دوست داره بپرسه. سید اجازه بده من یه سوال از اسرائیل بپرسم. آقای اسرائیل، من این سوالی از شما دارم. بر اساس گفته‌های شما میخوام نتیجه گیری از صحبت‌های شما بکنم. بر اساس صحبت‌های شما، کسی که بر عقیده شیعیان باورمند نباشه اما خودش رو مسلمون بدونه نجس و مهدور الدم، درسته؟ ناسبی مهدور الدم هم نه، ناسبی. حکمش چیه؟ مسلمان یا غیر مسلمان؟ اگر کسی کلمتین بگه، شهادتین رو بگه این و ناسبی نباشه، یعنی توهین کننده به اهل بیت نباشه و از این حرفا، اگر اینجوری نباشه، در نهایت اینه که آقا جان، مال، ناموس و خونش برای ما حرامه و ما حق نداریم بهش تعرض بکنیم. توی یه محله، توی یه کوچه، توی یه شهر و کشور باش زندگی میکنیم، ایرادی هم نداره. آره، این قانون اهل بیت. کمک میتونیم بهش بکنیم؟ بله، کمک میتونیم بهش بکنیم؟ کمک میشه بهش کرد؟ اگر این آدم ناسبی نباشه بله، مثلا میاد یه در خونه یه تیکه نون بده، چشم بفرما برده برد، مشکل نداره. پس از دید شما کمک میشه کرد، درسته؟ تو بله، همسایه باشه بله، میتونی همسایه بشه بیاد یه چیزی بشه، کمک میکنیم دیگه. پس ما هم داریم کمک میکنیم. همین والله مشکل همینه، دارن نیستین، قسم دارم نیستین، ببخشید. مشکل هم آسیه از رو مسلسل بکش بیرون، یه لحظه حرف بزنم ولی آقا، ما الان در مورد فلسطینی ها گفتیم که فلسطینی ها اکثریتش نواسبن علی آقا. اوکی، فلسطینی ها اکثریتش نواسبن، ناصبی هستن. اوکی، من مشکلی با اون ندارم. والله به والله به والله سید جان صبر کن. لازم فاینو بگم آقا نجیب، بس بگم همینشم، فقط اینو بگم. ببین من به زبان عربی خب مسلطم تا حدود زیادی، خب عرب هستی میدونم، عربی عرب هستم. به عرب گفتم بچه کجایی؟ گفت ولک اللحجم، نفهمیدی بچه تهرانو؟ میدونم بچه تهران نیستی، بچه عرب. خب هر روزم ببین، الان هم ببین، نگاه کنین الان دوربین منو باز کن. دوربین بازه آقا، نبنده دوربین بازه. سفر رو بزرگ کن منظورش سفر بزرگ کن که تا دوربین رو برگردونم بهت نشون بدم. بزرگ کنیم دیگه، استدلال چی مونده ببینیم. من الان میخوام دوربینم برگردونم. خب دوربین برعکس بزن دیگه، خیلی راحت سیو رو پایین بزن. اینا ها سیو رو پایین باید بزنی وقتی دوربین رو برعکس میکنه. آها الان شد، کانال الجزیره است. بله خب اینو زدم، اینا هم گربه نازمه ای جانم. بله او با الاندلال سگ نداری؟ نه حالا استدلال خب یعنی رصد کامل دارن، خب تمام کانال آورد با تمام اکثر، به والله 0.5% من ندیدم خب از این حرفایی که شما دارین راجع به مسلمان‌ها می‌زنین، خصوصا تو غزه و این ایام غزه. من سند دارم، از فیلم دارم، از داخل غزه که میگن اینجا کربلای ماست. خب سید اجازه من حرف بزنم، بس من حرفم تموم بشه نجیب، بس تموم بشه. من ندیدم، من بعد به منم نوبت بدین، 0.5% ندیدم که بیان آشکارا به اهل بیت فش بدن، بی حرمتی بکنن، فلان بکنن. خیلی درصد کمی. بس ما موظفیم به این آدمایی که خب نیم ایمانشون از نظر ما اهل تشیع پیمودن، باقی مونده که امامت و عدل هم قبول بکنن، که از نظر ما پنجتاش تکمیل بشه، خب کمک بکنیم. یعنی باید کارایی بکنیم، تنشا رو ببریم کنار، خودمونو بهشون نزدیکم با عشق، با محبت. اگه ما شب و روز بیایم بشینیم بگیم آه لعنت بفرست، آقا یه عم به والله اینا کار کرده بودن، بچه شیعه های ما نمیدونستن، میرفتم اونا هم دستشون رو اینجوری میکرد. الان از برکات جمهوری اسلامی ایرانه، نگین نه، ببین قطع نکن،
برکات جمهوری اسلامی ایرانه که دارن متوجه میشن. من گفتم رصد میگم دارن روز به روز میان میگن ما داریم به حقانیت مذهب اهل تشیع و اهل بیت پی میبریم، هیچ کس با ما در کنار ما نایستاد الا اهل تشیع و آل بیت و شیعیان ایران. خب حالا ما چرا ما بیایم آتیش با قول بنزین رو آتیش بریزیم این مباحثی که ضرر به ریشه ما میزنه که حب آل بیته بزنیم؟ نکنیم کارا رو. من از روز اول من برخورد من با شما جناب آقای نجیب همین بوده، گفتم ببین ما 1400 ساله در خواب و خیال نمیدیدیم یک حکومتی برسیم که یک گوشه 5% از مطالبی که آقا سید. اصلا اسم آل بیت بیا تو زبون سید گوش کن والا تو کویت سید جان آقای ما بچه شیعه‌ای ما کت می‌بستن نماز می‌خوندن چون کسی نبود براشون بگه. تا موقعی که جمهوری اسلامی ایران اومد آگاه شدن اینا از برکات جمهوری اسلامی ایرانه که الان تو اروپا تو لندن و خود سنی ها میان میگن لبک یا حسین اینجاست، غزه کربلاست، اینجا ما منتظر ظهور مهدیم. اینا رو من میشنوم، به سند مدرکم بهتون براتونم میفرستم اگه دوست دارین. خب بس نیاین ما ریشه به تیشه به ریشه خودمون بزنیم با این بحثای شیعه و سنی و نعلت و نفرین. ها سید جان تمام حرفاتو قبول دارم. ببین بریم. شما گفتید ما کمک بریم. کنیم تقسیم کنیم. امروز ناموس شیعه در ایران زیر سوال، ناموس شیعه در همه جا دارن از بین میره. امروز خود شیعیان دسته به دسته دارن کافر میشن، مرتد میشن، میان. گوش کن آقا سید، ببین شما در جای راحت نشستی عزیز من، ببین گوش کن. ما اولا که از ما اگه کمک میخواستن سلام نما کمک میکنن، کمک نخواستن حزب حماس رفته یک گوی زیادی در گوی گنده تر از دهنش خورده، اون به ما ربطی نداره. گوش کن آقا، شما وقتی رفتی حمله کردی، حالا مثلا شما گول یهود رو خوردی، یهود بس شما نقشه کشید شما حمله کنی زن بچه‌شو بکشی، شما چرا گول یهود رو خوردی؟ این یک. حالا که نه علی جان صبر کن حرفم تموم شد. علی آقا صبر، وقتی که حرفی نذاریم داریم بیشتر منتظریم اجازه بدی جواب بدیم. خیلی خب میگم آقا جون، یکی رفته یکی گول خورده، بنده اینجا بیام از دهن ناموس زن بچه خودم بزنم برم اونا کمک کنم که چی بشه؟ اولندش گوش کن آقای سید آبی بزرگوار. آقا دارم گوش میکنم. خیلی خب، وقتی که دارم من میگم این آقا رفتن همچین حرکتی زدن، وقتی که نه ضد هوایی دارن، نه قدرت اینو دارن که از هوا آسمون خودشون دفاع کنن، نه قدرت، ببین فقط قدرت موشکی برای یک جنگ کافی نیست. شما وقتی که میرید تمام ناموس خودتون جلو توپ و تانک و چیز میبرید، این درست نیست عزیز من. از زیر بیمار امام حسین هم کارش درست نبود. استغفر الله ربی و قاطی نکن آقا، داری همین منطقه میگی دیگه. لا لا یقاسو به آل محمد، چرا همه رو با اهل بیت قاطی میکنی؟ چرا قیاس میکنی؟ الگوی ما نیستن اهل بیت. الگو ببین، الگو میگی چرا با اهل بیت اخلاقیته؟ من یه کار واجبی دارم باید برم با اجازتون. الگوی اخلاقیته آقا جان، نه اینکه هر کاری اون کرد تو هم بکنی. الگوی اخلاقیته بابا جان. جان از سپاسگزارم که تو لایو ما اومدی آقای علی. آقا ما سپاسگزارم. زنده باشین، شب و روز هم که خوش. علاچم خداحافظ. خداحافظ. آقای سید آبی پوش، آقا سید آبی پوش گوش کن، ما قرار نیست جور احمق بودن دیگران رو بکشیم. هر کسی هر گویی میخوره بره به نام اسلام بخوره، بعد ما بیایم دفاع بکنیم ازشون. غلط کردن که حمله کردن. وقتی که تو قدرت ببخشید ضد هوایی نداری، S-500 نداری که در مقابلش بیستی، چون ما قدرت نداری آقا، بیجا میکنید میرید میجنگید با آقا. نمیشه. مایکتو باز کن، میخوای حرف بزنی بفهمی. صدای منو داری؟ بله بفهم. عکس من برکن. ببین این منطقی که شو ببین، اولا که ما الگوهامون کیه بعد از خدا؟ محمد آل محمد صلی الله علیه و آله بیت دیگه. الحمدلله. حرف شما هم همینه، میگه آقا همه رو ول کن بریزین تو زباله، ما رو بگیرید. آقا اهل بیت رو بگیر، ما هم میگیم کاملا درست. اگر این منطق شما، ما درسامونو بعد از کی بگیریم؟ از آل بیت بگیریم. بله. خب ایثارگریمون و بخششمون و عطوفتمون و مهربانیمون و همه چیزمون رو بعد از اونا بگیریم دیگه، بعد از محمد. خب صلوات الله علیه و سلم، از آل بیت. خب بالاتر از منطق امام حسین مگه ما داریم تو جهاد؟ نداریم.
چه ربطی داره؟ 1400 ساله این شعله جهاد و در مقابل ظلم ایستادن رو به ما به تمام آزاده های دنیا آموخته. مگر امام حسین مگه نمیدونست با 72 نفر جلو 10000 نفر 30000 نفر بگو آقا 500 نفر میمیره و شهید میشه؟ میدونست، ولی یکی این کار کرد. آقا یه لحظه سید آبیپوش عزیزم داری نگاه کن، یه لحظه به یه چیز بگم، حرفمو قطع نکن برادر. نه یه چیز اضافه کنم حرفایی که داری میزنی داری توهین به شعور 200-300 نفر اینجا میکنی. وقتی صحبت میکنی منطقی صحبت کن، از روی احادیث اینجوری نمیتونی از منطق من بکایی. من دارم با آل بیت جواب میدم. از آل بیت چی میگه بعد جواب میدیم؟ بگو. اگر الگوی ما اونا طبق اونا باید این عمل بکنیم و باید عمل بکنیم به عنوان شیعه و محب امام علی، همینه که جهاد انجام دادن و باید اونا رو تایید بکنن. جهاد و حماس تو غزه انجام دادن. ببین 75 سال جناب نجیب این کشور تحت اشغال، 75 سال کشتنشون بردنشون همه کار کردن. بالاخره هر جوری میدیا دستشونه، ثروت دستشونه، دست فراموسونا و سعیونیستا و یهودی و ابرقدرت های دنیا دستشونه. الان چرا زجه تمام مردم در اومد؟ این همه ببین لندنی که سابقه نداشت تو تاریخش این همه تظاهرات بشه تایید از ملت مظلوم فلسطین. الان 2 میلیارد چقدر کمک میکنن؟ دو دقیقه منو تحمل بکن. بابا من همیشه تحملت میکنم سید تو رو. آقا بعد به منم لطفا نوبت بدین. این همه ببین تمام از سر تا سر دنیا دارن صدای مظلومیت این ملت که 75 ساله زیر چکمه های صهیونیست دارن زن و بچه شون و همه چیزشون و ثروتشون و مالشون رو میبرن به گوش کسی نمیرسید. ولیکن با همین حرکتی که حماس زد با که شما محکومش یه مخی میدونید توپ نداری تانگ نداری، چرا این کار رو میکنید؟ اگر این کار رو نمیکرد صدای مظلومیت فلسطین به گوش من و تو جهانیان نمیرسید. درود دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ سلام علیکم. یک لحظه شنیدم داری فرما میخوری سید کونی پوش. تا الانم با اینه که ببین الان 40 خورده روزه، اندازه با 6-7 بمب اتمی روش بمب ریختند و هنوز نتوانستند اعلان پیروزی بکنند. یعنی تا این لحظه حماس و ملت فلسطین و این مبارزه و این حرکت جهادی که کردن 10-0 جلو اند. بس شما نمیتونید، نه شما نه من نه کسی دیگه نمیتونیم بگیم آقا این کاری که کردین کار اینجا جای فرزانه‌ای بوده، کار جنون آوری بوده. نه، چرا؟ به دلیل میگم آسید خیلی طولانی شد، اصفایی میکنن ببینید شما آسید ببینید شما از اهل نه اجازه بدید نه خب شما نه این دیگه منبر شد، این منبر شد، بقیه هم هستن آسید نه داری اینجا جای پروپاگاندا نیست، داری جای فلسطین شما شما اول ثابت کن حکومت اسلامی که داری حکومت امام زمانه یا نه. این نه آقای آریو ایشون از یه لحظه آقا سید شما از اهل بیت علیه السلام یه نردبون درست کردی اول که همون از اساس و ریشه خراب بود، حرفت غلط بود. ببین با این چرا باز نمیتونی منطق منو نه بکنی. منطق تو رو الان منطق اینه من یه سوال کنم از اجازه بدی منم صحبت کنم من یه سوال کنم از تو این حرف رو زدید منطق بودین و منطق شما بر منطق انسانیت قبل از مسائل دیگه وجدانی انسانیت. آقا به نظر من زیادی به ایشان مایک دادین، اصلا به بچه های ما مایک نمیدین. من دیگه میرم به ایشان مایک نه نه تشکر جواب بده جناب سید پوش لحظه صبر کن. آقا یه لحظه
لحظه من چند تا سوال دارم. یه لحظه آقا لطفاً من بزرگ تو من جواب ایشانه بدم. درمان نمی‌کنه. درمان ما آقای نوبت ماست. یه لحظه صحبت نکو. گوش بده. من میرم. من با اجازه میرم. نه کجا باش. وایس. جواب بگیر. یارو دلم. نگاه کن عزیز دلم. من قبلا با شما آشنایی دور دور دارم شما میشناسم. نگاه کن اینجا جای پروپاگاندا است. جایی نیست بیای. صدای بد میاد. جایی نیست. آقا تصویرتو ببند. تصویرتو ببند که شما صدات بهتر بیاد. اوکی آقا الان خوب شد. بله. بهتر الان سلام کنم بعد. آقای سید آبی پوش، سید آبی پوش عزیز، من شما رو دورا دور میشناسم. اینجا جای پروپاگاندا نیست، جای صحبتایی که داری میکنی، از بخوای بزرگنمایی کنی، کارهایی که نظامی که شما حمایت ازش میکنی، جای حرفا نیست. شما نگاه کن، اصلا بحث عقیدتی، بحث فلسطین و اسرائیل و اینا اینجا کلا منتفیه. نگاه کن اینجا، بله اینجا نگاه کن عزیزم، یه لحظه بزنید آقا، ما تو صحبت های شما نفهمیدیم آقا. این صحبت که جواب بدن آقای سید، آقای سید صحبت کردی جواب بشمون. نوبت آریو گوش کن دیگه، گوش کن دیگه بابا، کجا میری؟ گوش کن. نمیخواد شما حکومت میذاری، شما خودت این وقت حکومتی نمیذارم. شما منی به نظام فوش دادی. من هیچ فوشی به نظام نمیدم. شما مایی که تبند حرفای من تا آخر گوش بده. همینجوری که من به شما احترام گذاشتم تا آخر حرفاتون شنیدم، نگاه کن، همینجوری که من به شما احترام گذاشتم تا آخر حرفاتون شنیدم، شما هم لطفا احترام بذار. آریو تصویرتو ببند. آها ببخشید. نه که شما همینجوری نظام رو صحبت کردی، راجب فلسطین، راجب اسرائیل صحبت کردی، ما هیچ حرفی از اینا نداریم. شما اول به ما ثابت کن حکومتی که شما ازش حمایت میکنی حکومت امام زمانه همینجوری که شما داری میگی یا نه. شما اگه امام صادق، شما اگه امام سجاد قبول داری، نگاه کن. وایس حرفام تمام شد. آقا من هنوز حرف نزدم. یه لحظه آقا گفتید شما به من ثابت کن حکومت امام زمانه یا نه. وایسا این لحظه بذار من چهار کلمه حرف بزنم، دونه دونه بپرد جواب بدم. نگاه کن عزیز من، نگاه کن شما وقتی که بله نه نه جواب نده. چرا؟ چون که شما وقتی نشستی صحبت کردی من حرفای شما رو نوشتم، من نکته برداری کردم، شما هم نکته برداری کن. ندارم، خودکار قلم ندارم. خب پس بشین حرفای منو گوش بده تا آخر. نگاه کن شما امام معصوم بعد از امام حسین امام سجاد بود. روایت امام سجاد داره میگه به خدا قسم هیچ کدام از امامان معصوم ما قبل از قائم قیام نمی کنند مگر اینکه مثل جوجه ای میمانند که قبل از رسیدن وقت پرواز از لانه بیرون بپرند که بازیچه بچه‌ها میگردند. نگاه کن تو اگه امام سجاد تقبل داری، اگه امامان معصوم تقبل داری، شما اول بیا روایت های امامات بخوان، شما اول بیا زندگی 12 معصوم بخوان. شما اصلا کلا هیچ گونه مطالعه راجع به دینت نداری، شما حتی اصول دینت نمیدانی. الان آقای نجیب برات اصول دینت به شما گفت. شما اصول دینت و فروع دینت نمیدانی. شما کوچکترین اطلاعی نسبت به دینت نداری. شما گوش بده، نمیتونی منو جا بزنی. گوش بده، من دارم باهات حرف میزنم. یه لحظه آقای آریو، شما حرف بزن آریو. آقای سه شما چرا حوصله نداری؟ شما حرف میزنی ما گوش میدیم، خب شما هم گوش بده دیگه بابا جان. هر اعتراضی داشتی تای حرفاش بگو، هر اعتراضی داره خودش سفسطه میکنه. خیلی خب بذار سفسطه کنی، بذار مغلطه کنی. شما منطقی میاد یه سوال بپرس جواب بشن. سید حسن داره دروغ میگه، اصلا داره دروغ میبنده بهت. سب کن آقا، پنج سر هم داره میگه، بعد من خیلی خوب تخریب داره به کار. چطور شما نیم ساعت سخنرانی کردی منبر رفتی؟ ایشون حق نداره؟
همینجوری بشن گوش کنید. ولی منطق تخریب به کار نبره. داره آقا این خواهش میکنم این سیستم دیکتاتوری رو اینجا پیاده نکن. آقا نکن میبره. میگم داره تخریب میکنه. آقا تو صبر کن. شما شما صبر سید آبیپور شما همه صحبت کردی، حرفایی که داشتی میزدی، منم او وسط داشتم آتش میگرفتم، دوست داشتم تو حرفات بپرم، ولی منطق و ادب رعایت کردم، فرصت دادم شما حرفات تمام شه بعد صحبت کنم. شما هم لطفا تو حرفای ما نپر. من میگم عقل من کشش نداره، قبول؟ عقل من کشش بزنیم. نمیشه الان شما صحبت کنی از من بپرس. نمیشه با خدا همچی. نگاه کن هم نگاه کن ما داریم اینجا با هم مباحثه میکنیم. آه. با هم صحبت میکنیم. نمیشه اونجوری. و کردی بیش مد بفهمی. آقا و کردی ایش بوش. آقا یک دانه یک دانه ولی پرسیم. آقا باشه باشه نه آقا اینجا نه اینجا همه فارسن، نمیشه ما کردی حرف بزنیم. بعدا ما با هم کردی هم حرف بزنیم. سوال یک جواب بده جواب میدم. نه اونجوری نمیشه. جواب بده. جواب دادم. ورسه. نه نگاه کن چرا اونجوری نمیشه؟ بگم چرا نمیشه. نمیتونه آقا من کشش ندارم. مقاله بگم چرا نمیشه؟ بگم چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ سوال بپرس. آیا دولت جمهوری مگه سوالت اینه؟ آیا دولت جمهوری اسلامی ایران مملکت صاحب زمان است یا نه؟ من میگم نه. برو سوال بعدی. خب بله بریم سوال. دیدی چقدر راحت بود؟ ما در راه تحقق مکتب امام حکومت امام مهدی هستیم. خود حکومت آقای سید آبیپور من با سوال میزنم. نگاه کن من دارم با حرف میزنم از احادیث معتبر شیعه باهات صحبت میکنم. خب برو سوال بعدی. نگاه کن من دارم با نگاه کن اینجا لایو شیعیانه. آقای نجیب که صحبت میکنه اینا همه مسلمانن، اینا همه شیعن، دارن به شما میگن آقا حکومتی که شما تشکیل دادی سیگار نکش لطفا جلوی دوربین سیگار نکش، دوربین تو ببند بعد سیگار بکش. لایو خراب نکن لطفا آقا، تصویری آقا رو ببندیم لایو خراب میشه. باور کن به بلا اینا ایمان ندارن. سید تو مسلمان نیستی. سیگار نکش آقا جلوی دوربین. تو هیچ فرقی با دهشی نداری. باور کن تو مسلمان نیستی. سیگار نکش آریو. حرفای تو رو یه جور دیگه حالا جواب میده دو پهلو اینا. خانم آبرا شما بذار آبرا صحبت بکنه. آقا نجیب مایک شب ببند. اگه منم آمدم بارا به منم احترام میذارین بذاری منم صحبت کنم. قانون تیک تاک میدونی چیه؟ قانون تیک تاک داره حرف میزنه. یه ساعت تو ببین یه ساعت تو پارس کردی یه لحظه خفه خون بگی بذارین حرفش تموم بشه بعد تو حاضر تو بزن. ببین جایی که حرمت نمیدونم نمیمونم شما خفه خون بگید. نه یا علی ما به این خانوم میگیم نگو شما از اونور میگی. نه یا علی چیه وایسا وایسا خب جوابگو باش دیگه. بابت تهمتایی که به اهل بیت علیه السلام بستی به جواب بده. بابت تهمتایی که بستی عجب اینا فقط حرفاشون میزنن و فرار میکنن. من قبلا با اینا صحبت کردم، حرفای خیلی زیاد داشتیم با اینا. آقا اینا نمیتونن جواب بدن. فقط اینا اینجا صحبت چجوری سرشون رو میذارن و بالش میخوابن. من جواب شما رو بدم؟ جواب شما رو بدم؟ آقای اسرائیل جوابی ندارن. نه میدونی چجوری سرشون رو میذارن میخوابن؟ به شرفشون لعنت. نه یه کسی که عادت به خوردن خون کرده دیگه براش فرقی میکنه که یه دونه خون خورده باشه چیز با فرقی نمیکنه. عادت کرده به خون خوردن. آقا ازرائیل نگاه کن. آقا ازرائیل حدیث صحیح پیامبر